دولت ترکیه به دنبال ردی از عامل حمله به کلوپ شبانه در استانبول. پلیس ترکیه میگوید مسبب کشتار دو روز قبل استانبول را شناسایی کرده، اما هنوز نتوانسته محل اختفای او را پیدا کند. تصویر جدیدی هم از این فرد منتشر شده و نیروهای امنیتی هم عملیات جستجوی خانه به خانه در منطقه زیتون بورنو در مرکز استانبول انجام دادند، اما به نتیجه ای نرسیدند. برخی منابع خبری نوشتند زن و فرزندان عامل حمله دستگیر شدند، اما دولت ترکیه به این خبر واکنشی نشان نداده است. فضای استانبول این روزها کاملا امنیتی است. نخست وزیر ترکیه گفت ما به مبارزه با سازمان‌های تروریستی در داخل کشور بسنده نخواهیم کرد و عملیات در خارج از مرزها را نیز آغاز کرده‌ایم. در ظاهر همه چیز آرام است، اما دل‌های مردم نگران. هدف بعدی کجاست؟ خدا می‌داند. اگر پیش از این استادیوم‌ها، فرودگاه‌ها و مراکز نظامی و پلیس هدف بودند، حالا مراکز تفریحی و مردم عادی. داعش با انتشار این تصویر استانبول را هدف گرفته و معتقد است کلوپ‌های شبانه که در آن گردشگران خارجی تجمع می‌کنند، نماد استانبول شده، نه مساجدی که سراسر این شهر را فرا گرفته. هاین طاغوت اردوغان اردوغان مسلمانان را به صلیبی‌ها و یهودیان فروخت. با گشودن پای نظامیان بیگانه موجب کشتار مسلمانان سوریه شد. ای مسلمانان موحد ترکیه، بیایید تحت خلافت ابوبکر البغدادی استانبول را فتح کنیم. ترکیه سال 2016 را با بیش از 30 حمله انتحاری و یک اقدام به کودتا پشت سر گذاشت. چند دقیقه از ورود به سال 2017 هم نگذشته بود که در حمله مسلحانه به کلوپ شبانه 39 نفر جان خود را از دست دادند. حالا شهرهای بزرگ ترکیه زیر شدیدترین تدابیر امنیتی چند دهه اخیر قرار گرفتند. استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا و آدانا و هر جایی که گردشگر می رود، پلیس هم همانجاست. ای طاغوت اردوغان، ای ترکیه، ای اردوغان، ای ترکیه، اقدامات شما علیه مسلمانان مسلماً بی پاسخ نخواهد ماند. سربازان داعش شما را به شدیدترین شکل به سزای اعمالتان خواهند رساند. با آغاز بحران سوریه جریان‌های افراطی از ترکیه خود را به سوریه رساندند تا نگذارند آب خوش از گلوی مردم همسایه جنوبی پایین رود. حالا آنها همین آب خوش را از مردم ترکیه هم دریغ می‌کنند. جان ما و فرزندانمان فدای راه داعش. همانند جهاد در سوریه، افغانستان و کشمیر، در ترکیه هم جهاد می‌کنیم. شاید به جرأت بتوان گفت تروریسم سرطانی است نهفته که به جای جای ترکیه سرایت کرده و روشن نیست فردا از کجا سر در می آورد. شاید تنها اتخاذ تدابیر شدید امنیتی پاسخگوی نیاز این روزهای ترکیه نباشد. اگر همان سیاست‌های 2016 در 2017 هم تداوم یابد، علاوه بر درگیری‌های جنوب شرق، شاید باید منتظر درگیری‌ها در قلب اقتصادی این کشور یعنی استانبول و یا حتی پایتخت سیاسی یعنی آنکارا هم باشیم. مجید اخوان، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.